سلام خود را به همه شما میرسونم دانشجویان عزیز. عینی حال ما درس نهم را شروع میکنیم. در درس نهم ما درباره reflexive pronouns یعنی جانشین های برگردنده، یعنی به تاجیکی شاید همه خیلی ترجمه شود، یعنی جانشین های برمیگشتگی، امروز درس خود را درباره همین کمی معلومات میدهیم. یعنی در درس های گذشته ما گذشته بودیم جانشین های شخصی رو، یعنی اینا این دوتا، مثال ای، من، یو، شما، هی، شی، وای، یعنی وای اگر دختر زن باشد چی میگیم، دی، اونها، وی، ما، ایت، این. اگر مثال با گفتن باشه، یعنی با من، با تو، با او، در اینجا ما دیوم رده یعنی ابیکتیو نشه استفاده میبریم، می، یو، هیم، هر، ذم، از، ایت. مثال اگر من گم ما با مکتب میرویم، من میگم وی گو تو سکول. اگر گم که با ما بده، مثال کتاب رو با ما بده، این میشود از، گیو، give us the book. give us میشود یعنی با ما بده. مثال در زبان روسی هم هست ما میشود می، اگر با ما گید ما چیزی رو با ما بده، نام دای نام میشود، یعنی این. خب دیگرش جانشین های صاحبیت، این میشود my, your, his, her, their, our, its. یعنی وقتی ما چیزی را از من گفتنیم، my میگم، مثلا my friend، جورای من، my father، پدری من. اگر چیزی را از شما گفتنیم باشیم، یا مثلا what is your name، نام شما چی است، یا که اگر نام او چی است پرسیدنیم باشیم، what is his name، یا که what is her name، یا اینکه their، مثلا مکتب آنها، their school is in دوشنبه، مکتب آنها در دوشنبه است. our این از ما، یعنی our home، یا اینکه our school is in مثال Russia or in Moscow، یعنی مکتب ما در مسکو است. it از این می شود، یعنی it من در درس گذاشته فهمون نبودم، مثال it's cleaner. مثال اگر امین از دستکه باشد همین پکنک، میگیم it's cleaner، یعنی پکنکی همین. اکنون در برای reflexive pronouns گم بزنیم، یعنی این چی از برگردنده، یعنی از خودم، مثال ما میگیم که خودم، خودت، یعنی مثال خودی شخص در نظر داریم، یعنی مثال میگیم تو، با تو، از تو، خودت، یعنی خودت میشود، یا که اینم من، با من، از من، خودم، یعنی همین چیز در زبان انگلیسی میشود myself، یعنی بسیار اینا آخره با self تمام میشود، my self، یعنی self این خود میشود. اگر myself گم این خودم میشود، یعنی هست کمیره selfie، یعنی self خودی انسان میشود، یعنی خود کمیره که از پیش جاگیر شده است، ما باید selfie میگیم، یعنی از همین جا گرفته شده است. myself یعنی خودم میشود. مثال اینا ما چه استفاده بردم میتونیم، مثال I learn English language with myself. خب من اینو همش پاک میکنم، اول بیاد نویسم. خب یعنی در اینجا my میشود myself، yourself he یا که her، himself، herself، himself اگر زن باشد herself میگیم، herself نه herself. اگر زی مقصد آنها، اگر ما بگیم خودشان، یعنی آنها خودشان، اینجا themselves می شود. حاضر می نویسم چقدر خونده می شود، چقدر نوشته می شود، themselves. در اینجا بینن self نیو selves می شود، برای اونکه وقتی که کلمه که در حرف F تمام می شود شکل بسیاریش و می شود selves. We us our. خب این ourselves می شود. In ourselves it's itself می شود. It self. یعنی اکنون حاضر بخشش حاضر من نفهمونم، یعنی اینها رو ما چخیل استفاده میبریم، یعنی همین myself, yourself, himself, herself, themselves, ourselves, itself چی خیلی استفاده میبریم و برای چی در کار است. حاضر در این قسمی راست کمی نویسم. اکنون مثال
myself. این اگر من گویم که من زبان انگلیسی رو خودم میخونم، مثلا خودم میآموزم، من این خیلی استفاده میبرم. I learn English with myself. خب بید من از این طرف بیستم. خب with myself. یعنی اینجا ما چه ترجمه میکنیم؟ I learn English with myself. یعنی این with myself با خودم میشود. یعنی با خودم. من انگلیسی رو با خودم میآموزم. یعنی وقتی شما میگه من خودم میکنم، من با خودم میآموزم، یا که تو خودت را میسول، یا که خودت کن این چیزا، یعنی این کلمه خودت میگم، یا خودمون یا خودش یا خودشون، همین چیزا سلف، یعنی این قسمی رفلکسیو پروناونس با داخل میشون. دیگرش با مثال آوردم، با کلمه مثال یو سلف. همین مثال من میگم که مثال یو ماست، مثال یکم شاید یکم جهانم یا که یکم دادارک میبیاد، مثال وظیفه خانگیش رو باید یاردم تیم. مثال من میگم که نه، این رو باید خودت تیار کنی. مثال یو ماست. خب حاضر یک دقیقه. You must do your homework you must do your homework with yourself yourself یعنی بینید، you must do your homework with yourself. یعنی تو باید وظیفه خانگیت رو با خودت، یعنی خودت تیار کنی. اگر اینجا ما در تاجیکیش مثال باشه نمیگیم، مثال تو باید وظیفه خانگیت رو خودت ترجمه کنی. یعنی در زبان انگلیسی این خیلی میشود. You must do your homework with yourself. یعنی اینکه میشود اگر yourself هم شما نگید، این هیچ بکی ندارد. مثال you must do your homework yourself، یعنی تو باید خودت، این یعنی خودت وظیفه خانگیت رو تمام کنی، تیار کنی. همین خیل دیگر و دیگر کلمه هاش، مثال himself یا که herself. مثال خب اینجا پون در تجا هست می نویسم. مثال وای با خودش گپ زده رفته ایستاده بود. مثال وای خودش خود با خود گپ زده رفته ایستاده بود. ما اینا در زبان انگلیسی انمی کلمه himself یا که herself، اگر زن باشد herself میگیم، مرد باشد himself استفاده میبریم. مثال چی خیل؟ He was speaking. یعنی باید خیل باشه کلمه speak وقتی ما ing الیوه میکیم یعنی دوام داره در نظر دارده، یعنی گپ زده ایستاده بود، یعنی زمانی دوام داره در نظر دارد. گاز دسته بود. He was speaking with himself. Himself. یعنی اینجا میشود که وای یعنی with himself با خودش گپ زده ایستاده بود. یعنی وای خود با خود گپ زده ایستاده بود. با خودش قبض زده استفاده بود. یعنی در اینجا ما استفاده می‌کنیم کلمه himself. یعنی که در جای همین himself اگر herself مونه مثال، یعنی اینجا اگر زن باشد ما اینجا مثال herself می‌مونیم. لیکن اینجا باید سرشوی هم مثال ما وای گفته مرده در نظر داریم he. وقتی که ما herself می‌گیم باید اینجا هم she مونیم. یعنی زن در نظر داشته باشیم. She was speaking with herself. یعنی وای با خودش گپ زده ایستاده بود. یعنی اینکه وای خود با خود گپ زده ایستاده بود. در اینجا وای گفتم و زن در نظر داریم وقتی که شی میگیم. خب دیگرش زم فعل وزن. یعنی همش بر همین مثال به همین شکل استفاده برده میشود. مثال آنها با ما بازی کردن نمیخوان. آنها خودشان میخوان، یعنی خودشان بازی کنند. مثال ما میگیم که آنها نمیخواهند
با ما بازی کنن، یا اینکه آنها میخوان خودشان بازی کنن. They want to play with themselves. They want to play with themselves. یعنی اینجا دیده استفاده کلمه themselves، یعنی آنها میخوان با خودشان بازی کنن، یعنی آنها میخوان خودشان بازی کنن. یعنی که اگر ما مثال ourselves گیم، مثال we will مثال read this book ourselves. We will read this book ourselves. یعنی در اینجا میشد که ما این کتاب رو خودمون میخونیم. We will read this book ourselves. ما این کتاب رو خودمون میخونیم، یا که خواهیم خوند. اگه وقتی که we will میگیم، اینجا ما زمانی آینده در نظر داریم، یعنی حالا نخوندنیم لیکن خوندنیم. ما این کتاب رو خودمون خواهیم خوند. خب دیگرش itself مثال کلمه مثل fall down، این کلمه هم نه عباره است، یعنی غلطیدن. ما میگیم مثال اگر چیز خود با خودش غلطید، مثال اگر غلطیدن استفاده ببریم، it falls down، it falls down، falls down افتیدن میشد، غلطیدن. It falls down with itself، یا اینکه itself. در اینجا معنیش میشود که یعنی این خود با خود غلطید، یعنی خود از خودش غلطید، این خود از خودش غلطید. یا که در بجای falls down، اگر ما مثلا ماشین در نظر داشته باشیم، من مثلا اگر بگیم که مثلا ماشین خود از خود حرکت کرد، یا که رفت، مثال ما خیلی میگیم the car so moved with itself. یعنی اینجا میشود که itself خودش میشود، یعنی با خودش، with itself. The car moved with itself، یعنی ماشین خود از خود حرکت کرد، یعنی با خودش حرکت کرد، یا خود از خود حرکت کرد. یعنی درباره reflexive pronouns، یعنی جانشین های برگردنده، یعنی باید دارم که به قدر کافی فهمونم برای شما. یعنی my مثال هست، myself هست، me هست، I هست، یعنی یک کلمه I یعنی من، با چند گروه های مقصد جانشین تقسیم می شود. خب باور دارم که این گروه ها رو فهموندم. خب زیاده دیگر گروه های جانشین هم هست، لیکن ما با همین درس این هم جانشین ها رو به انجام می رسونیم و درس دیگر باشد از قسم دیگر گراماتیکی زبان انگلیسی شروع خواهیم کرد. خب باقی سربلند خونه آباد باشید. اگر سوال داشته باشید حتما در زیر کامنتاری بنویسید. اویدی در سوال داشته باشید یا اومد دیگر سوال ها در کامنتاری حتما بنویسید. جواب خود رو دیر و زود حتما خواهید گرفت. خب نگفتن همونه که ما در اینستاگرام هم کانال داریم. می توانید در اونجا در اومده در جای پویسک انگلیسی خدچه پایانی می آموزم نویسید با زبان انگلیسی، با حرف های انگلیسی. چنانی که نام کانال است، نام کانال به فکرم به زبان توجیکی است. خب من می نویسم نام اینستاگرام. خب اگر یک انخ ساک چکنید انگلیسی خدچه پانی می آموزم می آموزم.
انجلیسی می آموزم. به نقطه. امی خیلی نمیست کانالی ما در اونجا می برد و نگفتن همونم که در شبکه میسول تیوی خب نمیست در یوتیوب میسول تیوی خب کجا شد؟ خب یک جا بازی پاک میکنم میسول تیوی در یوتیوب نویسید میسول تیوی در اونجا این حال درس رفته ایستاده است یعنی درس زبان انگلیسی از حرف ها از الفابت کسی که خواهشمند است در روید مرحمت یا اینکه در کامنتری نویسید من به شما در واتساپ یا که در زیر ویدیو من اومن وایش میمونم در فیسبوک هم رفته ایستاده است همین درس یعنی در اونجا چند یعنی معلمان جمع شده یک درس برده ایستادن خب شخصا من خودی من یک چهار درس وایرو گرفتگی هستم و دیگر شناس میشید با دیگر معلمای زبان انگلیسی خب بخی سرلان خانم بود بشه تا درس دیگر